این تصاویری به دست ایران اینترنشنال رسیده که یک آخوند در قم بعد از تصویربرداری از زنی بدون حجاب با او درگیر میشه. این زن که با نوزادش به درمونگاه اومده بود بعد از این درگیری و بعد از اینکه از این آخوند میخواد فیلمش رو پاک کنه دچار حمله عصبی میشه. مریم مقدم همکارم از لندن با ما همراه میشه. مریم، خیلی تصاویر ناراحت کننده از اینکه یک زنی با نوزادش رفته درمونگاه و اونجا با چنین برخوردی مواجه میشه و اولین بار هم نیست که البته، ولی این از اون موارد بسیار دردناکش بود. شما دقیقاً یک روز بعد از 8 مارس روز جهانی زن با این تصاویر هولناک مواجه میشیم. زنی که با کودک بیمارش میره بیمارستان، میره درمانگاه در قم برای اینکه خدمات بگیره، اما در عوض میبینیم که به جای اینکه این اتفاق برای او بیفته از سمت یک آخوند با در واقع مزاحمت مواجه میشه. آخوندی که از او عکس میگیره، از او تصویر میگیره، زنی که بچه‌اش در آغوششه، لحظاتی قبل به او شیر داده و این زن مجبور میشه که با این وضعیتی که درش قرار گرفته بره و از حق خودش دفاع بکنه در این زمینه که تو حق نداری از من بدون اجازه من تصویر بگیری. اما میبینیم که در این وضعیت که او قرار بگیره، این آخوند حاضر به انجام این کار نمیشه و در واقع زن دیگری به کمک این زن میاد. ما میبینیم حمایت زنان از همدیگر رو در این ویدیو ما شاهد هستیم. زن دیگری که در تصویر میبینیم میاد، اجازه نمیده که آخوند محل رو ترک بکنه، گوشی رو از دست اون میگیره که بتونه تصاویر رو پاک بکنه و در ادامه میبینیم که این آخوند چطوری به زن دوم حمله بر میشه، با زن اول گلاویز میشه و همه اینها باعث میشه که این زن دچار حمله عصبی بشه و روی زمین میفته، تشنج میکنه و منتقلش میکنن به جای دیگری. این تصاویر 3 روز پیش در واقع این اتفاق افتاده. ما نمیدونیم این زن در چه وضعیت جسمی و روانی قرار داره. فراموش نکنیم که برای آرمیتا گراوند، برای مهسا ژینا امینی هم بعد از همین درگیری ها، بعد از همین مزاحمت ها وضعیت جسمی وخیم اتفاق افتاد و اونها در نهایت جان خودشون رو از دست دادن. ممنونم از توضیحاتت مریم. زمینه اینکه عذرخواهی میکنم بابت لحظاتی که ما تصویر مریم رو از دست دادیم. مریم مقدم همکارم از لندن بود.